thank <small> you بینندگان عزیزم سلام وقتتون بخیر امیدوار هستم که خوب و خوش و سلامت باشید من زهره هستم با برنامه انگلیش از مجموعه برنامه های نوتبوک شبکه تلویزیون AMG در خدمت شما عزیزان خب دوستان جا داره یک تبریک ویژه خدمتون عرض بکنم به مناسبت فرارسیدن کریسمس و در این حال تبریک عرض میکنم فرارسیدن تبریک پیشا پیش عرض میکنم فرارسیدن سال نو میلادی سال 2018 امیدوار هستم که این سال سالی پر از برکت خیر و خوشی و شادی و سلامتی باشه برای و به هر آنچه که آرزو داری در این سال دست پیدا بکنید خب دوستان برسیم به برنامه های خودمون و درس زبان خودمون اگر در خاطر داشته باشید ما هر دوشنبه در خدمت شما عزیزان هستیم با یک برنامه با آموزش گرامر و نکات دستوری و در این حال اصطلاحات و نکات کاربردی زبان انگلیسی و این جلسه جلسه 13 همه ما هستش دوستانی از ما سوال می‌کردن چطور می‌تونیم دست پیدا بکنیم به درس‌های قبلی و از ابتدا شروع کنیم و این درس‌ها رو مجدداً تماشا بکنیم دوستان آرشیو همه های ما در یوتیوب و در این حال در وبسایت ما که آدرسش رو در انتهای برنامه خدمتتون عرض خواهم کرد موجود هست حتما میتونید به این برنامه ها رجوع بکنید و برنامه های قبلی ما رو تماشا بکنید هم بهتون کمک میکنه که یادداشت برداری بیشتری بکنید هم بهتون کمک میکنه یادآوری بشه براتون و همین که اگر برنامه ها رو تماشا نکردید باعث میشه آماده تر بشید برای دیدن برنامه هایی که ما در حال حاضر خدمتتون ارائه میکنیم موضوع برنامه که این هفته براتون آماده کردیم در امتداد موضوع جلسات پیش از اگر در خاطر داشته باشید چند جلسه پیش مراجعه به زمانهای آینده با شما صحبت کردیم آینده ساده آینده با going to و این جلسه هم قرار هستش که همین زمان رو ادامه بدیم البته جلسه پیش طبق درخواست تعدادی از دوستان راجع به دو مودال ورب شل و ویل و تفاوتشون با شما صحبت کردیم این جلسه می‌خوایم راجع به آخرین زمان مربوط به زمان‌های آینده که عبارتند از Future Perfect Simple و Future Perfect Continuous با شما صحبت بکنیم در حقیقت Future Perfect Continuous هم نوعی Future پرفکت محسوب میشه یعنی خود Future پرفکت به دو حالت سیمپل و کانتینیوس تبدیل میشه تقسیم میشه و ما راجع به هر دو با شما صحبت خواهیم کرد در این جلسه چون که مطالب خیلی پیچیده‌ای ندارن و شما قبلا زمان های حال کامل رو شناختید و خیلی تشابهات زیادی دارن با همون زمانهای حال کامل پس خیلی مطلب از نظر گرامری و دستوری چیز جدید و پیچیده‌ای برای شما نخواهد بود جا از شرکت محترم کانادین اوتوپاد که اسپانسر این برنامه هستن هم تشکر داشته باشم The car had broken down, so I took it to a garage. They said the parts will be provided in three days. I surfed the net and I made a call to a Canadian auto parts store and ordered my parts and went about my other tasks. After a few hours, they called me and said the car was ready. It didn't even take a day. Enjoy every second. Waiting is pointless. Canadian خب دوستان طبق روال هر برنامه که حتما آشنایی دارین به این دلیل که برنامه های ما رو دنبال میکنید در فیسبوک و ما از این بابت از شما سپاسگزار هستیم ما هر جلسه با یک جمله اینسپریشنال یا یک جمله قصار یا جمله انگیزشی مطلب آموزشیمون رو شروع میکنیم ببینیم که جمله که امروز براتون در نظر گرفته به چه صورت هستش با هم دیگه اسلاید رو نگاه میکنیم دوستان همونطور که ملاحظه میفرمایید در اسلایدی که براتون آماده شده جمله پیچیده نیست بیشتر این جمله انتخاب شد برای شما به خاطر مضمون و بار معنایی که داره وگرنه جمله خیلی پیچیدگی ساختاری یا پیچیدگی معنایی نداره اینطور که ملاحظه میفرمایی در سلاید اینطور که نشون داده میشه People talk behind your back for three reasons من یک بار براتون میخونم بعد خیلی آهسته تا براتون میگم و اگه نکته داره خدمتون عرض میکنم People talk behind your back for three reasons 1. When they can't reach your level 2. When they don't have what you have 3. When they try to copy your lifestyle but can't. خوب اجازه بدیم یک بار دیگه نگاه بکنیم آهسته تر و با تمرکز بیشتر برای هر قسمت هر از جملات. People talk behind your back for three reasons. در اینجا تنها فعلی که شاید براتون جدید باشه talk behind one's back هستش. وقتی کسی این کار رو میکنه یا talk behind your back می‌کنه، در حقیقت پشت شما بدگویی میکنه یا پشت شما صحبت میکنه. پس توک behind somebody's back به معنی بدگویی کردن از کسی پشت سرش یا پشت سر کسی بدگویی کردن هستش جمله میگه مردم به سه دلیل پشت شما بدگویی میکنن یا پشت شما حرف میزنن شماره یک when they can't reach your level when they can't reach your level وقتی که به سطح شما به لول شما نمیتونن دسترسی پیدا کنن یعنی اینکه سطحشون لولشون از نظر کاری از هر نظر از نظر موفقیت در زندگی حالا بسته به اینکه موفقیت رو در چه میبینید به شما نمیرسه دو تو when they don't have what you have when they don't have what you have وقتی که اون چیزی رو که شما دارید رو ندارن اوکی؟ پس این دومین دو دلیل هستش که چرا آدما پشت سر هم دیگه یا پشت سر شما صحبت میکنن اما دلیل سوم when they try to copy your lifestyle but can't when they try to copy your lifestyle but can't یعنی زمانی که تلاش میکنن تا زندگی سبک زندگی شما روش زندگی شما رو تقلید بکنن کپی کردن مثل هم کلمه یک در فارسی استفاده میشه به معنی تقلید کردن کپی کردن ولی موفق نمیشن و نمیتونن پس در نهایت آدم ها پشت سر شما بدگویی میکنن به خاطر اینکه به لول شما به سطح شما نمیرسن یا اینکه به خاطر اینکه اون چیزی که شما دارید رو ندارن یا اینکه به لایف استایل شما رو میخوان داشته باشن و نمیتونن داشته باشن به همین خاطر they talk behind your back یعنی پشت سر شما بدگویی میکنن اوکی؟ پس یک عبارتی که اینجا از این اسلاید یاد گرفتیم talk behind somebody's back هستش یعنی این که پشت سر کسی بدگویی کردن یا پشت سر کسی حرف زدن امیدوارم که این عبارت به کارتون بیاد و بتونید ازش استفاده بکنید. اما ببینیم اسلایت هایی که براتون در رابطه با زمانی که امروز قرار صحبت بکنیم راجبش آماده شده چی هستش. همونطور که عرض کردم امروز قرار هست راجب فیوچر perfect simple و future perfect continuous صحبت بکنیم اما objective هایی که در این درس قراره بهشون بپردازیم و با هم دیگه نگاه بکنیم در این اسلاید همطور که ملاحظه می امروز قرار هست راجع به آین زمان آینده کامل چه آینده کامل ساده و چه آینده کامل استمراری صحبت بکنیم در مورد سوالی و منفی کردن این افعال و فرمول سوالی کردن و منفی کردن این افعال صحبت بکنیم قیدهای این زمان ها رو بگیم و کاربرد این زمان ها رو راجع به صحبت بکنیم چون چیزی که از همه مهمتره صرف دونستن ساختار یا نحوه ساخت یک دقیقه زمان نیست اون چیزی که مهمه کاربرد اون زمان یعنی که بدونیم چطور در چه زمانی و کجا باید از اون استرکچر خاص یا اون زمان خاص استفاده درست رو بکنیم این هستش که اهمیت خیلی زیادی داره با هم اسلاید بعدی رو نگاه بکنیم از فیوچر پرفکت سیمپل شروع میکنیم یعنی آینده کامل ساده وقتی میگیم آینده کامل عموما به آینده کامل ساده اشاره میکنیم آینده کامل یا آینده کامل ساده عملی رو توصیف میکنه که در آینده قبل از وقت معینی تمام خواهد شد پس این خیلی مهمه در آینده قبل از یک قید زمانی معین تمام خواهد شد و یا در یک زمان معینی در آینده تکمیل میشه پس همیشه تقریبا همیشه فیوچر پرفکت با یک قید زمان آینده که بعدا خدمتون معرفی میکنم میاد تنها معمولا به کار برده نمیشه اگه تنها باشه ما از همون فیوچر سیمپل که با ویل به تنهایی میاد استفاده میکنیم انگلیسی زمانان زبانان معمولا کمتر از این زمان استفاده میکنن مگر اینکه کامل شدن عملی در آینده روشن باشه براشون این زمان صورت نحوی ویژه‌ای در زبان فارسی نداره و برای رسوندن مفهوم در فارسی از همون مازی نقلی یا present perfect حال کامل استفاده میشه. پس ما فرمول ساخت مشخصی برای بیان future perfect simple در زبان فارسی نداریم که بگیم دقیقا معادل این زمان میشه در زبان فارسی شاید یکی از دلایل این که خیلی فارسی زبانان کمتر از این زمان استفاده میکنن یا کمتر با این زمان آشنایی دارن اینه که نمیتونن یک زمان مشخص و یک فرمول مشخص پیدا کنن در زبان فارسی و در مقابل این زمان قرارش بدن که دقیقا معادل, معادل این زمان باشه و اون رو همپوشانی بکنه ولی تقریبا چیزی شبیه همون present perfect یا حال کامل که در فارسی گفته میشه مازی نقلی چون از نظر ساختار هم بسیار شبیه پرزنت پرفکت یک کامله. زمان کامله ما از این زبان زمان ها به عنوان زمان های کامل یاد میکنیم چه پرزنت perfect سیمپل باشن چه future perfect سیمپل باشن هر دو زمان های کامل هستن و یک سری مشخصه هایی بین زمان های کامل مشترک هستش اوکی؟ اما با هم دیگه فرمول ساخت در حقیقت این زمان رو نگاه بکنیم زمان فیوچر perfect سیمپل رو همونطور که نگاه میکنید به ویل اصلا کاری نداشته باشین دوستان هاف به اضافه پاس پارتیسیپل یا have به اضافه فرم سوم فعل همون فرمول پرزنت پرفکت یا ماضی نقلی بودش اگر در خاطر داشته باشین از جلسات پیشین که باز ویدیوهاش موجود هست در یوتیوب و در وبسایت ما میتونید درس رو مرور بکنید و دوباره گوش بدید همین فرمول دقیقا فرمولی بود که ما برای present perfect استفاده میکنیم با یک تفاوت کوچیک اونجا در present perfect ما از have یا has به اضافه past participle استفاده میکردیم اوکی اما در اینجا چون will قبل از have میاد و will خودشه که modal verbه و همونطور که میدونیم بعد از همه افعال وجهی یا مودال فرم ساده فعل میاد در future perfect فقط و فقط باید از have استفاده کنیم حتی زمانی که راجع به هی، شی و ات داریم صحبت میکنیم. پس فرمول به این ترتیب هست. ویل به اضافه have و have همیشه ثابته به اضافه فرم سوم فعل یا همون پاس participle فعل. یک بار دیگه خدمتون عرض میکنم که فرم سوم فعل برای افعال با قاعده همونی هستش که شما الردی به عنوان پاس سیمپل استفاده میکنید. افعال با قاعده مثل پلی گذشتش شون میشه پلید ایدی میگیره و سووم فرم سومشون یا پاس پارتیسیپلشون هم همون پلید خواهد بود اما افعالی که بیقاعده هستن که من چند جلسه پیشم خدمتتون عرض کردم که لازم هست حتما یک لیستی ازشون تهیه بشه و اونها رو آهسته آهسته شروع به حفظ بکنید فرمشون متفاوت از فرم دوم هست مثلا فعلی مثل speak که فعل مهمیه بیقاعده است speak spoke spoken و حتما باید فرم سومش حفظ بشه تا بتونیم در مثلا present پرفکت ازش استفاده بکنیم یا در future perfect ازش استفاده بکنیم پس یک بار دیگه فرمول رو مرور بکنیم ویل به اضافه have که همیشه ثابته و صرف نظر از هر شخصی که مراجبش صحبت بکنیم از have استفاده میکنیم به اضافه past participle فرمول ساخت future perfect simple هست در ساختار زمان حال کامل ابتدا از ویل استفاده میکنیم بعد هاف رو به کار میبریم و در انتها هم اسم مفعول یا همون پاس پارتیسیپل رو میاریم یک نکته مهم در خصوص این ساختار این هستش که همونطور که خدمتتون عرض کردم چون قبل از هاف از فعل کمکی یا فعل مودال ویل استفاده شده حتی در صورت استفاده از یک فاعل مفرد مثل سوم شخص مفرد مثل شی، هی و ات نباید از هز استفاده کرد و باز هم باید از همون حاوه استفاده بکنیم مثال رو مثال رو توجه بفرمایید دوستان by next year she will have learned japanese by next year she will have learned japanese یعنی او تا سال زا، تا سال بعد تا سال آینده زبان ژاپنی رو یاد خواهد گرفت یا یاد گرفته است ببینید ترجمه به حال کامل شده یا ماضی نقلی شده ولی از دل جمله برمیاد که این زمان راجب به آینده صحبت میکنه از کجا برمیاد اونم از قید زمانی تا سال بعد یا تا سال آینده هستش پس معادل خاصی در زبان فارسی این زمان به طور مشخص نداره و در این مثال همونطور که ملاحظه کردید همونطور که من در توضیح ابتدایی فیوچر پرفکت خدمتون عرض کردم قیدهای زمان نقش خیلی مهم میدارن در همین مثال کوچک ما قید زمان رو داشتیم که قید زمانمونم با این بودش. یعنی تا سال آینده. اما کاربردهای های زمان فیوچر پرفکت سیمپل یا آینده کامل ساده چیا هستن؟ دو تا کاربورد براتون در حقیقت ما آماده کردیم. کاربورد ها رو نگاه بکنیم. اولین کاربرد تکمیل شدن عملی قبل از عمل دیگری در آینده هستش زمانی که میخوایم تاکید بکنیم که ما دو تا عمل در آینده قرار رخ بده برامون و یکیش قبل از اون یکی کامل میشه از زمان آینده کامل استفاده میکنیم اساسا هر وقت راجع به کامل شدن یک عملی میخوایم صحبت بکنیم از زمانهای کامل استفاده میکنیم حالا اگه راجع به پرزنت باشه از پرزنت پرفکت استفاده میکنیم و اگه راجب به آینده باشه از فیوچر پرفکت استفاده میکنیم اساسا کار زمانهای پرفکت نشان دادن این هستش که عملی قرار پرفکت بشه کامل بشه حالا یا در زمان حال که میشه ماضی نقلی یا حال کامل یا در زمان آینده که میشه فیوچر پرفکت یا حال ببخشید آینده کامل ساده اما نگاه بکنیم کاربرد رو در اسلایدی که براتون آماده شده اگر بخوایم این مفهوم رو بیان کنیم یعنی همون مفهوم تکمیل شدن عملی قبل از عملی دیگر در آینده که عملی در آینده زودتر از عملی دیگری به اتمام خواهد رسید میتونیم از این زمان استفاده بکنیم به چند مثال توجه کنید دوستان Frank will have learnt English before going to London Frank will have learnt English before going to London Frank قبل از رفتن به لندن انگلیسی رو یاد خواهد گرفت یا یاد گرفته است نگاه بفرمایید به جمله ما دو تا عمل داریم یکی رفتن به لندن، یکی هم یاد گرفتن انگلیسیه. یک عملی قرار قبل از یک عمل دیگه در آینده کامل بشه. اونی که قرار کامل بشه باید با فیوچر پرفکت بیاد. در اینجا یادگیری زبان انگلیسی قبل از رفتن به لندن قرار کامل و تکمیل بشه. به خاطر همین با فیوچر پرفکت اومده. پس شده فرانک ویل هاف learned English بیفور گوینگ تو لندن. فرانک قبل از رفتن به لندن انگلیسی رو یاد خواهد گرفت یا یاد گرفته است. یا در مثال دوم. By the time I return home, I will have sold my car. By the time I return home, I will have sold my car. یعنی قبل از اینکه به خانه برگردم، ماشینم را فروختم یا خواهم فروخت. باز دو تا عمل داریم. یکیش قبل یکیش بازگشتن به خانه است و دیگری فروختن ماشین. اون عملی که قرار کامل بشه قبل از یک عمل دیگه باید در فیوچر پرفکت نوشته بشه. که در این مثال فروختن ماشین قبل از برگشتن به خونه باید کامل بشه. به همین خاطر در فیوچر پرفکت نوشته شده. I will have sold my car. پس وقتی عملی، دو تا عمل داریم، دو تا اکشن داریم و عملی قرار هست قبل از یک عمل دیگری در آینده کامل بشه برای بیان اون عمل از future perfect simple استفاده می کنیم یعنی will به اضافه have به اضافه اسم مفعول یا همون past participle اوکی؟ پس تا اینجا استفاده اول از یا اولین استفاده از future perfect رو با هم دیگه دیدیم اما استفاده دوم future perfect رو با هم دیگه نگاه بکنیم دوستان وقتی تاکید ما در به اتمام رسیدن عملی قبل از یک زمان معین در آینده هستش ما همیشه این زمان معین در آینده رو در زمان فیوچر پرفکت داریم حالا در اینجا یک عمل داریم نه لزوما دو عمل ولی این عمل قبل از یک زمان مشخصی در آینده قراری که حتما کامل بشه اگر چیزی قبل از یک زمان مشخص در آینده تمام بشه میتونیم از این زمان استفاده بکنیم یعنی yani همین زمان future perfect simple right? در این زمان نباید از افعال استمراری استفاده بکنیم چون راجع به کامل شدن و تمام شدن یک اکشن داریم صحبت میکنیم به مثال ها توجه بفرمایید در این سلاید دوستان By the next month William will have lived in Germany for 13 years By the next month یعنی تا ماه بعد تا ماه آینده ویلیام will have lived in Germany for 13 years. ویلیام 13 سال هست که در آلمان زندگی میکنه یا در آلمان زندگی کرده است. پس میشه تا ماه بعد ویلیام 13 ساله که در آلمان زندگی کرده. ما دو تا عمل نداریم برخلاف کاربرد قبلی یک عمل داریم و اون همون زندگی کردن برای 13 سال در آلمان هست. اما قرار هست که این عمل قبل از یک زمان خاصی در آینده تکمیل بشه و یا کامل بشه اون زمان خاص هم همون by next month هستش در اینجا وجود قید زمان دیگه حتمی و الزامی خواهد بود یا مثال بعدی رو با هم دیگه نگاه بکنیم I will have graduated from university by July the 19th I will have graduated from university by 19 تا 19 همه جولای از دانشگاه فارغ و تحصیل شدم یا خواهم شد. دوباره کامل شدن یا به اتمام رسیدن یک عمل که همون فارغ و تحصیلی یا graduation هست تا زمان مشخص قبل از یک زمان مشخص در آینده مورد نظرمونه به همین خاطر از future perfect داریم استفاده می کنیم برای این زمان. پس دو تا کاربرد برای Future Perfect Simple رو با هم دیگه دیدیم. زمانی که دو تا عمل یا دو تا اکشن داریم و یکی از این عمل ها قبل از اون یکی در آینده تکمیل میشه، کامل میشه. در این صورت باید از Future Perfect Simple استفاده بکنیم. و زمانی که یک عمل داریم ولی اون یک عمل یک اکشن قرار هست قبل از یک زمان مشخص در آینده کامل بشه. در این حالت هم باید از Future Perfect Simple استفاده بکنیم با, با همون فرمول ویل به اضافه همیشه هاف به اضافه اسم مفعولی یا پاست پارتیسیپال اوکی خب دوستان راجع به کاربورت های Future Perfect Simple با شما صحبت کردیم و همچنین راجع به اون ساختار Future Perfect Simple هم با هم صحبت کردیم و کاربورت ها خدمتون عرض کردم خیلی مهم هستش راجع به دو کاربرد مهم با هم صحبت کردیم که من خدمتون عرض کردم اگر اجازه بدید یک سلایدی با هم دیگه ببینیم که در رابطه با عبارت ها و کلماتی که هدف رو نشون میدن با ما یکم صحبت میکنه ما حداقل از چهار روش به چهار روش مختلف میتونیم صحبت بکنیم واجبه به اینکه یک هدفی رو یک پرپسی رو معرفی بکنیم پس همونطور که در اسلاید مشاهده میفرمایید words for expressing purposes یعنی عبارات و کلماتی که پرپس و هدف رو بیان میکنن ما حداقل چهار روش رو اینجا براتون آوردیم so that so as to in order to for someone to or for someone not to لطفا توجه بفرمایید که بجز اولین عبارت سه عبارت بعدی همه به تو ختم میشن وقتی صحبت از عبارتی میشه این مهمه که بتونیم اون عبارت رو در جمله استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم یک عبارت رو در جمله به درستی استفاده بکنیم نکته مهم اینه که عبارت چطور تمام میشه یعنی حرف یا کلمه آخر در عبارت هستش در سه عبارت پایین به عبارت اولی هر سه با تو ختم میشن پس هر سه یا اینها به یک شکل باید ادامه پیدا بکنن یا فرم فعلی که بعد از این هر سه میاد باید یکسان باشه اما اولی به ذات ختم میشه به همین خاطر فرمی که بعد از این عبارت میاد باید متفاوت باشه با هم فرم ها رو ببینیم اولی سو so ذات اگزامپل رو با هم نگاه بکنیم I moved to India so that I could improve my English I moved to India so that I could improve my English. من به هندوستان رفتم به ایندیا رفتم برای اینکه بتونم برای اینکه بتونم با این هدف که بتونم انگلیسی خودم رو تقویت بکنم یا بهبود ببخشم این پرو به معنای تقویت کردم، بهبود دادن هستش نگاه بفرمایید که بعد از ذات همیشه هر جایی که ذات داشته باشیم بعدش باید یک جمله بیاریم یعنی یک فائل به اضافه یک فعلی که صرف شده کود improve. یک فعل مودال هست با فعلی که در اینجا چون بعد فعل مودال اومده در حقیقت فرم سادهش استفاده شده اما در جمله بعدی که با سو از تو اومده و اینها همه معناشون یکیه نگاه بفرمایید به مثال We had a meeting today so as to discuss next year's budget. We had a meeting today so as to discuss next year's budget. ما امروز یک قرار ملاقات داشتیم، یک جلسه داشتیم برای اینکه با این هدف که بودجه سال آینده رو بحث بکنیم یا برای بحث راجع به بودجه سال آینده مثال بعدی با عبارت این order to Everyone did their best in order to achieve their goal Everyone did their best in order to achieve their goal یعنی همه تلاششون رو به بهترین وجه انجام دادن با این هدف که بهترین نتیجه رو بهترین گول رو بهترین هدف رو به دست بیارن پس بعد از این order تو بعد از تو در حقیقت اگه پرپوزیشن نباشه فرم ساده فعل باید بیاد یعنی فعل بدون تو infinity without to okay? همین حالا در مورد سوم در مورد آخر هم در حقیقت در مورد چهارم هم وجود داره نگاه بفرمایید for someone to over for someone not to he did all he could for her not to worry. He did all he could for her not to worry. <applause> یعنی او او مذکر همه یه تلاشش رو که میتونست کرد برای اینکه او اون اون آدم او, او مؤنث نگران نباشه. پس میبینید که در این استراکچر هم بعد از تو اینفینیتی without تو یا فرم ساده ی فعل آورده شده. اما این نکته کوچیکی مثال سوممون داشت اگر نگاه بکنید به مثال سوم در اسلایدی که براتون آماده شده Everyone did their best in order to achieve their goal. نگاه بفرمایید دوستان سابجکت این جمله everyone هست. اما برای زمیر possessive adjective possessive pronoun که استفاده شده یا اینجا possessive adjective که ریفر میکنه به همون اسم از their استفاده کردیم که معمولا برای اسامی جمع به کار برده میشه. همیشه برای اسامی جمع به کار برده میشه در حقیقت. وقتی سابجکت شما everybody somebody و something میتونه باشه ما از زمائر there و them خصوصا وقتی somebody و someone هست سابجکتتون استفاده میکنیم چون نمیدونیم داریم به شی اشاره میکنیم یا به هی و برای اینکه نمیخوایم مرتب بگیم him he or her his or her و برای اینکه این رو avoid بکنیم و ساده تر صحبت بکنیم فقط از زمیر there یا them استفاده میکنیم که اگر چه برای اسامی جمع استفاده میشه برای ساده تر صحبت کردن ما در اینجا برای اینکه ساده تر و مشخص تر صحبت بکنیم ازش استفاده شده به همین خاطر در این مثال هم اگر چه سابجکتتون مفرده از ضمیر در استفاده شده وقتی به اون سابجکت داریم اشاره میکنیم شما هم وقتی داریم صحبت میکنید راجع به یک سابجکت آنون که ضمیرش رو نمیدونید نمیدونید مؤنث یا مذکر یا اصلا مهم نیست که مؤنث یا مذکر کلی صحبت میکنید میتونی با زمایر there و them به همون اسم قبلی اشاره بکنی اوکی؟ خب اسلاید بعدی رو دوستان آماده کردیم تا با هم دیگه ببینیم بعد از اینکه راجع به ساختار کلی present perfect simple با هم صحبت کردیم خدمتون عرض کردم که راجع به فرم سوالی، فرم منفی و فرم مثبتش هم با هم صحبت خواهیم کرد در این جدول که براتون آماده شده در ابتدا فرم های مثبت present perfect simple رو میبینیم و بعد فرم منفی پرزنت پرفکت رو و در انتها دو فرم دو اکسامپل برای فرم سوالیش میبینیم نگاه بفرمایید در حالت مثبت فائل به اضافه فعل کمکی ویل به اضافه چون جمله مثبت بلا فاصله هاف که ثابته در همه جدول در تمام ستون و بعد هم فعل اصلیتون اما اسم مفعول فعل اصلی یا همون پاس پارتسیپل فعل اصلی و در انتها قیدهای زمان رو میاریم. پس مثال اول در قالب جمله مثبت I will have finished by 10 a.m. مثلا I will have finished my homework by 10 a.m. من تکالیفم رو تا ساعت ده صبح تمام خواهم کرد. یا مثال دوم You will have forgotten me by then. You will have forgotten me by then. یعنی تو یا شما تا اون موقع من رو فراموش خواهید کرد. باز هم will ثابته، هف هم همیشه ثابته و بعد فرم سوم فعل forget که بیقاعده است و شده forgotten. گذشته سادهش forgot و حالت سومش forgotten. اما حالت منفی. She will همیشه قیدهای منفی بعد از اولین فعل کمکی قرار می گیرن. اولین فعل کمکی ما ویل هست. پس نات بلا فصل بعد از ویل میاد و نه بعد از هاف. She will not have gone to school. یعنی او به مدرسه نخواهد رفت. نرفته است. مثلا uh, by 10 o'clock. یا مثال بعدی She will not have left. She مذرد میخوام وی. We will not have left یا شی فرقی نمیکنه چون فرمول ساختاری یکسانه. اون از اینجا نخواهد رفت یا اون از اینجا نرفته است. اما حالت سوالی. در حالت سوالی اگر سوال شما سوال yes و no باشه یعنی پاسخش پاسخ yes و no باشه در این حالت فقط کافیه مثل زمانهای قبلی که با هم صحبت کردیم راجبش جای فائل و فعل کمکی رو عوض کنید. پس همونطور که در مثال مشاهده می‌فرمایید will you have arrived مثلا by 10 o'clock will you have arrived by 10 o'clock یا will they have received it before i come will they have received it before i come مثلا قبل از رسیدن من اونها اون بسته رو یا اون چیز رو دریافت خواهند کرد اوکی okay? پس برای حالت سوالی ام تنها کاری که کافی انجام بدین این هستش که جای فعل کمکی اولین فعل کمکی که ویل هست رو با فائلتون عوض بکنید و شما یک جمله سوالی با پرسش پر، با پاسخ یسنو yes no خواهید داشت و در حقیقت پرسشی کردن جملات در زمان فیوچر پرفکت سیمپل کار سختی نیستش و منفی کردنش هم کافی نفه یا نات رو بعد از اولین فعل مون یا فعل کمکیمون که همون ویل هست قرار بدید. اما قیدها یا قیود زمانی که با future perfect سیمپل معمولا استفاده میشن یا با future perfect به طور کلی استفاده میشن. نگاه به فرمایید دوستان بین سلاید. مثلا قیدهایی که با by پرپوزیشن by میان و روز هفته هستن. مثل بای monday, by sunday, by tuesday. یا عبارتهایی که با یک نام یک ماه میان. by the end of july. by the end of May or by the end of September. یا عبارتی که با by the time میان. مثلا by the time you get home. یعنی yani قبل از اینکه تا زمانی که تو برسی خونه. قبل از اینکه تو برسی خونه. یا قید هایی که با until میان. مثلا until midnight. Until midday. Until tomorrow. یا قید هایی که با before then میان. خود before then. یعنی yani, تا قبل از اون زمان. و یا قید هایی که به تنهایی با نکس میان مثل نکست یا معمولا با بای و نکس میان بای نیکس اوکی؟ پس اینها قید هایی هستن که با فیوچر پرفکت استفاده میشن به طور کلی فیوچر پرفکت همیشه با قیدهای های زمان میاد تقریبا تنها هیچ وقت به کار برده نمیشه مگر اینکه در کاربرد اولش همونطور که دیدیم اشاره بکنه به اینکه دو تا عمل داشته باشیم که یکی از اون عمل ها قبل از عمل دوم تمام شده باشه در این صورت وجود قید خیلی ضروری نیستش اما در کاربرد دوم که اشاره داشت به کامل شدن یک اکشن قبل از زمان مشخص و خاصی در آینده حتما باید از قید زمان استفاده بکنیم right. اما سلاید بعدی رو توجه بکنید دوستان خیلی مطلب در اینجا ساده هست فرم اختصار جملات مثبت و جملات منفی در زمان فیوچر پرفکت سیمپل رو با هم دیگه نگاه بکنیم. خب حالت مثبت مثلا I will have I'll have You'll have He'll have She'll have It'll have We'll have They'll have همونطور که مشاهده می اون چیزی که کوتاه میشه اولین آگزیلیری هست مجددا یعنی ویل پس هر بلایی که سر این فعلهای کمکی در این استراکچر میاد باید سر اولین فعل کمکی بیاد که در اینجا ویل هستش اما فرم اختصار شده منفی زمان فیوچر پرفکت رو با هم ببینیم I will not have این فرم کاملش به عنوان مثال یک تونه براتون میخونم اما حالت منفی باز هم will هست که منفیه. که منفی میشه همونطور که عرض کردم و در این حال کوتاه میشه I won't have You won't have He won't have She won't have It won't have We won't have They won't have و همونطور که ملاحظه می برای همه اشخاص He, she, it, we, you, they فرقی نمی کنه فرم و structure ثابت هستش و structure will به اضافه have به اضافه اسم مفعول یا past participle هستش اوکی؟ پس این هم در مورد با در ارتباط با فرم اختصاریافته یافته یا کوتاه شده یه فیوچر پرفکت سیمپل که خدمتتون عرض شد اما اجازه بدیم چند تا مثال برای روشنتر شدن ما پس با هم دیگه ببینیم خب همونطور که در مثال مشاهده میفرمایید مثال اول رو براتون یک بار میخونم We'll have returned the books to the library by five o'clock. We'll have returned the books to the library by five o'clock. یعنی yani ما تا ساعت پنج کتاب ها رو به کتابخانه پس خواهیم داد. استرکچر همون استرکچر به اضافه قید زمان بای به اضافه یک ساعت مشخص در آینده کامل شدن عملی قبل از یک زمان مشخص در آینده نشان داده شده مثال بعدی The kids won't have done the homework by the time their mothers arrive home The kids won't have done the homework by the time their mothers arrive home یعنی تا زمانی که مادر، مادرهاشون به خونه برسن بچه ها تکالفشون رو انجام نخواهند داد. باز هم اشاره داریم به دوتا عمل در اینجا یک عمل قرار هست قبل از اون یکی کامل بشه که اینجا کامل نمیشه یعنی به کامل نشدن یک عمل قبل از یک عمل دیگه در آینده داریم اشاره میکنیم و اون هم انجام دادن یا ندادن هومورک هست قبل از رسیدن مادرها به خونه و مثال سوم با قید زمان شروع میشه با اکتوبر همونطور که ملاحظه میفرمایید I'll have moved into a new apartment با اکتوبر یعنی تا اکتبر I'll have moved into a new apartment به خونه جدید نقل مکان خواهم کرد دو تا عمل یک عمل داریم فقط در این مثال ولی این عمل قبل از یک زمان مشخصی قرار هست که کامل بشه پس در همه مثال هایی که براتون زده شد تا اینجا ملاحظه کردین که کاربورت ها دو تا هست یا دو تا عمل داریم که یکیش قبل از اون یکی قرار کامل بشه در آینده و یا یک عمل داریم فقط که قبل از زمان مشخصی در آینده قرار هست که کامل بشه پس در هر صورت عملی قرار هست قبل از زمان مشخصی در آینده کامل بشه وقتی راجع به فیوچر پرفکت سیمپل صحبت میکنیم. امیدوار هستم که فیوچر پرفکت سیمپل برای همه جا افتاده باشه دوستان چون میخوایم در حال حاضر راجع به فیوچر پرفکت صحبت بکنیم که خب شباهت زیادی داره هم از نظر معنایی هم از نظر ساختاری به همون فیوچر Perfect سیمپل اما ببینیم که به طور کلی راجع به فیوچر پرفکت چی میشه گفت و نزدیک به کدام زمان در زبان فارسی هست این زمان برای بیان عملی به کار میره که تا نقطه معینی از آینده ادامه داره استمرار یافته و احتمالا از اون پس هم ادامه خواهد یافت اگر خاطرتون باشه دوستان من در مورد present perfect continuous هم زمانی که اون درس رو کابر می کردیم خدمت شما عرض کردم که present perfect continuous هم همینطوره در حقیقت راجع به چیزی صحبت میکنه که از گذشته شروع شده تا حال ادامه پیدا میکنه و ممکنه تا زمان نامشخص تری در آینده هم ادامه پیدا کنه. Future Perfect Continuous هم همینه. همونطور که مشاهده کردیم در سلاید برای بیان عملی از اون استفاده میشه. از این جمله از این ساختار استفاده میشه که در حقیقت تا نقطه مشخصی در آینده ادامه پیدا میکنه و ممکنه بعد از اون هم ادامه داشته باشه. سلاید رو با هم دیگه نگاهی بندازیم دوستان مجددا. کاربرد آینده استمراری مانند آینده کامله یعنی همون دو کاربردو داره که خدمتتون عرض شد با این تفاوت که این زمان بر روی استمرار استمرار عمل تکیه داره پس چیزی که مهمه در future perfect continuous continuous بودن اون اکشنه continuity اون اکشن استمرار اون اکشنه که اهمیت داره اوررایت right. واگرنه اون دو کاربردی که برای فیوچر پرفکت سیمپل گفتیم اینجا هم مستاخ داره اما فرمولش رو با هم دیگه ببینیم که تفاوت‌های جزئی با فیوچر پرفکت سیمپل در حقیقت خواهد داشت ما در فیوچر پرفکت سیمپل گفتیم will به اضافه have به of اسم مفعول یا پاس participle اما در فیوچر پرفکت continuous will به اضافه have تا اینجاش مشترک به اضافه بین و به اضافه present participle و نه past participle present participle ساختنش خیلی ساده است فقط کافی فل رو به اضافه ing بکنید پس will به اضافه have به اضافه been به اضافه فل اصلیتون با ing فرمول future perfect continuous هستش فرمول یه مقدار طولانیه اما دو سه بار که ازش استفاده بکنید و چند جمله باهاش بسازید دستتون خواهد اومد و دیگه براتون پیچیدگی اولیه رو نداره اساسا هر وقت ما زمان در رابطه با زمانهای فیوچر پرفکت کانتینیوس ها یا پرفکت کانتینیوس ها صحبت میکنیم از بین اضافه فعل با آینجی داریم حرف میزنیم اوکی؟ و زمانی که راجع به پرفکت سیمپل حرف میزنیم چه پریزن پرفکت سیمپل باشه چه فیوچر پرفکت سیمپل باشه از have به اضافه past participle داریم صحبت میکنیم خب نگاه که به فرمایه یک بار دیگه به ساختار دوستان پس will به اضافه have به اضافه been به اضافه از fill, fill اصلی به اضافه ing میشه مثلا by six o'clock I will have been reading English for two hours تا ساعت شش من دو ساعته که مشغول خوندن انگلیسی هستم یا بودم by six o'clock همون قیدهای زمانی تکرار میشه I will have been reading. Will have been به اضافه فعل I will have been reading English for two hours. در این زمان به طور خاص از پرپوزیشن فور به اضافه طول مدت زمان معمولا استفاده میشه. چون تاکید بر روی استمرار عملی هست. یعنی این مدت زمانی که عملی طول کشیده تا رخ بده یا تمام بشه در زمان آینده. خب دوستان یک بار دیگه سلاید رو دقت بفرمایید همونطور که در مورد فیوچر پرفکت سیمپل گفتیم که زمان مشخصی در فارسی نداریم که در مقابلش قرار بگیره در فارسی برای این زمان هم ساختار نحوی ویژه وجود نداره و نه تنها کاربردی در زبان فارسی نداره به اون صورت بلکه برای فارسی زبان هم خیلی مفهوم نیستش این زمان فقط دقت بکنید اگر خواستین در مورد زمان آینده صحبت بکنید و خواستین تاکید بکنید و در اینکه عملی استمرار خواهد داشت و بعد تمام خواهد شد قبل از یک زمان خاصی در آینده از این زمان استفاده بکنید اما خب من قبول دارم که فیوچر پرفکت کنتینیوس خیلی زمان پرکاربردی در زبان انگلیسی نیست ولی خب دوستان دونستنش هم خالی از لطف نخواهد بود اما در اسلاید بعدی که براتون آماده شده باز هم جدولی براتون تهیه کردیم که در این جدول فرم مثبت و فرم منفی و فرم سوالی future perfect continuous رو با هم میبینیم با هم نگاهی به جدول بندازیم دوستان در این اسلاید خب در دو مثال اول فرم مثبت رو داریم نگاه کنید سابجکت به اضافه فعل اکسیلیری به اضافه اکسیلیری دوم تا اینجا شبیه پرزنت فیوچر پرفکت هست ولی اکسیلیری سوم هم داره که همیشه بینه و بعد فعل اصلی با ing و بعد هم قید های جمله I will have been working for two hours یا مثال بعدی You will have been traveling for two days یعنی شما برای دو روز مسافرت خواهید کرد. در حال سفر خواهید بود. اما حالت منفی مثل future perfect simple not یا never بعد از اولین auxiliary قرار می She will not have been using the car. یا yeah, We will not have been waiting long. و در آخر سوالی هم که دیگه به بقیه جمله اصلا کاری نداریم فقط کافی جای اولین فعل کمکی و فاعل رو عوض بکنیم پس خواهیم داشت Will you have been playing football? Will they have been watching TV? پس در فرم سوالی هم برای Future Perfect Simple هم برای Future Perfect Continuous فقط کافی شما جای اولین آگزیلیاری و جای فاعل رو عوض بکنید و خیلی ساده فرم سوالی رو خواهید داشت. اما این نکته کوچیک وجود داره در مورد فیوچر پرفکت کنتینیوس و در حقیقت در مورد همه زمانهایی که میخوایم در ساختار کنتینیوس قرارشون بدیم با هم نگاه بکنیم اون نکته بسیار مهم و در این حال نکته کوچک رو تنها از افعالی در این زمان یعنی فیوچر پرفکت کنتینیوس استفاده میشه که یک استمرار رو نشون بدن. مثل ورک مثل رایت مثل پلی okay. ولی مثلا یه فعلی مثل understand یا مثلا فعلی مثل دیساید افعالی هستن که در یک لحظه اتفاق میافتن معمولا نیچر فعل جوری هست که حالت استمرار نداره استمرار رو نشون نمیده از این افعال در زمانهایی که استمرار رو نشون میدن استفاده نمیشه و در انتها علامت این زمان همونطور که خدمتتون عرض کردم یک وجود غیر زمان در ابتدای جمله است که با بای میاد معمولا و دیگری حرف اضافه همون بای هست با زمان مشخص آینده و یا حرف اضافه فور با طول زمان پس ما همچه چیزی خواهیم داشت فور مثلا two years بای یا بای مثلا next month فور two years okay? در مثال که براتون اوورده شده هر دو پرپوزیشن رو اووردیم They will have been married for 50 years by 1975. They will have been married for 50 years by 1975. نگاه که بعد از فور طول زمان اومده و بعد از بای اون زمانی که مشخص است در آینده عملی در اون زمان کامل میشه. Okay? خب تا اینجا امیدوار هستیم که از Future Perfect Simple و Future Perfect Continuous استفاده کرده باشید و مطلب براتون جا افتاده باشه اگر هم سوالی دارید مثل همیشه میتونید با ما در تماس باشید و سوالاتتون رو بپرسید و من حتما پاسخگو خواهم بود اما یک مقدار من براتون تصمیم گرفتیم در این برنامه چند تا تمرین هم آماده بکنیم که تمرین ها رو با هم ببینیم سوالات چهار گزینه و بهترین زمان رو برای اون جمله استفاده بکنیم پرکتیسی خواهد بود برای اینکه زمان ها رو بشناسید و بدونید که چرا مثلا در این جمله خاص نمیتونیم از going to استفاده کنیم یا از future simple استفاده بکنیم اولین تمرینی که براتون آماده شده است رو در اسلاید با هم دیگه ببینیم دوستان By the time we get to Chicago this evening, we جای خالی more than 400 miles. ببینید دوستان در اینجا اصلا به معنای جمله هم اگه کاری نخواهیم داشته باشیم نشانه هایی که در جمله میبینیم اول از همه غیر زمانی که با بای اومده by the time وقتی این قید رو میبینید باید به future perfect را از فکر بکنید okay? حالا یا future perfect simple یا future پرفکت continuous اگر سیاق جمله به گونه ای باشه که تمرکز بر روی استمرار عمل باشه مثلا قید فور داشته باشین در جمله از فیوچر پرفکت کانتینیوس استفاده میکنیم در غیر این صورت از فیوچر پرفکت سیمپل استفاده خواهیم کرد جمله رو نگاه بفهمید باید دیگه By the time we get to Chicago this evening we more than 400 miles در اینجا ما قید فور رو نداریم و بیشتر تاکید بر completion of an action هست یعنی کامل شدن یک عمل و همین خاطر بهترین گزینه همون will have driven یا future perfect simple هستش. فعل اصلیمون drive که گذشتش میشه drive, drove و past participleش هم driven خواهد بود. پس شما به محض اینکه غیر زمان by the time یا by به اضافه غیر زمان خاص رو میبینید باید به زمانهای future perfect فکر بکنید. اما تمرین دوم رو با هم دیگه ببینیم دوستان. در سلاید بعدی که براتون آماده شده come over to my house around nine o'clock. By then, I, Jai my history essay, and we can go see a movie. خب، گزینه هایی که داریم، future perfect simple هست، future ساده هست، past simple هست که کاملا out of question و present perfect هست که معناش در به present perfect نزدیکه ولی ما در انگلیسی از future perfect استفاده میکنیم. پس وقتی بای then رو میبینیم بازم باید به زمانهای آینده کامل فکر بکنیم تنها زمان آینده کامل هم که در گزینه ها داریم will have completed یعنی کامل خواهم کرد به پایان خواهم رسان تکمیل خواهم کرد اسه خودم رو اون مقالم رو در هیستوری قبل از اینکه شما به خونه من برید اما مثال بعدی رو با هم دیگه تمرین بعدی رو با هم دیگه ببینیم دوستان تمرین شما سه ملاحظه میفرموید. When Sarah goes on vacation next month, she جای خالی German for over two years. خب. گزینه ها will study, is studying, will have studied, or is studied. When Sarah goes on vacation next month, یعنی وقتی سیرا ماه آینده به holiday بره به vacation بره به مسافرت بره she جای خالی مطالعه میکنه درس خونده چون فعل اصلی درس خوندن و مطالعه کردن است زبان آلمانی رو برای بیشتر از دو سال در اینجا ما گزینه فیوچر Perfect Continuous نداریم که بخوایم ازش استفاده کنیم و تنها فیوچر پرفکتی که داریم فیوچر پرفکت سیمپل بین گزینه ها پس گزینه صحیح ویل هاف استادید هستش شی ویل هاف استادید جرمن فور اوور 2 years. به خاطر اینکه غیر زمان فور داریم در جمله و سیاق جمله نشون دهنده این هستش که عملی در آینده قراره تکمیل بشه یا کامل بشه اما تمرین بعدی رو با هم دیگه ببینیم Next month we for 25 years گزینه ها huh? We will have been married We will have married We will marry we will married هستش. در این جمله خاص باید از ساختار پسیو استفاده بکنیم. الان این جمله که ملاحظه می فرمایید ساختار پسیوه. Next month we will have been married for 25 years. من راجع به این ساختار با در جلسات آینده بیشتر صحبت خواهم کرد چون ممکنه یه مقدار الان براتون گیج کننده باشه که چرا هم بین رو داریم در جمله هم اسم مفعول رو داریم و نه اسم فایل و نه آینجی فرم رو در مورد این ساختار در دا آینده باهاتون بیشتر صحبت خواهم کرد نگرانش نباشید اما گزینه صحیح گزینه اول بود که future perfect simple بودش و در آخر by the time you arrive یعنی زمانی که شما میرسید she will have gone will have been gone will go and goes خب چون که ما قید زمان باید تایم رو داریم، باید از future perfect استفاده بکنیم. در مورد فعل go، لزومی نداره مثل فعل marry از been استفاده بکنیم. پس by the time you arrive, she will have gone. She will have gone. Future perfect, simple استفاده میشه. یعنی تا زمانی که شما برسید، او از اینجا رفته است یا او از اینجا خواهد رفت. اوکی؟ okay? امیدوارم که این مثال های کوچیک و این تمرین های مقداری بیشتر Future Perfect Simple و Future Perfect Continuous رو براتون باز کرده باشه و روشن کرده باشه. اما دوستان طبق روال همیشگی برنامهمون اگر خاطرتون باشه در انتهای هر مبحثی که مراجع به یک زمان صحبت میکنیم یک داستان کوتاه با هم باهم دیگه میبینیم و استرکچر جدید رو در کانتکست بررسی میکنیم خب در این جلسه هم من دو تا داستان کوتاه براتون آمده کردم که اولی در رابطه با فیوچر پرفکت سیمپل هست و دومی در رابطه با فیوچر پرفکت کنتینیوس اگر اجازه بدین اولین اسلاید رو در ارتباط با فیوچر پرفکت سیمپل با هم دیگه ملاحظه با کنیم. میتونید بعد از اینکه داستان رو خوندید داستان رو برای خودتون یک بار با استفاده از همین زمانی که امروز کار کردیم تکرار بکنید. خب Brett is in the army. Brett توی آرمی کار میکنه. توی ارتش کار میکنه. Tomorrow he will leave home to join his troops overseas for 18 months. فردا منزل رو ترک میکنه، خونه رو ترک میکنه برای اینکه به نیروهاش در خارج از کشور برای 18 ماه بپیونده. پس جوین شدن یعنی پیوستن، ملحق شدن. و overseas به معنای خارج از کشوره. Troops به معنای نیروها. چیزی شبیه لشگر نیروها هستش. در اینجا از future simple استفاده شده. چون یه عملی شبیه fact حتما اتفاق میفته. He will have trained for eight months by the time he leaves. He will have trained for eight months by the time he leaves. دو تا عمل داریم. یکیش قبل از دیگری داره کامل میشه. اونی که قبل از دیگری داره کامل میشه تو فیچر پرفکت سیمپل اومده. ویل هاف ترین یعنی برای هشت ماه تمرین میبینه. تمرین میشه براش قبل از اینکه به این مسافرت بره، به این میشن بره، به این ماموریت بره. He will have worked very hard by the time he comes home. باسن فیچر پرفکت دو تا جمله داریم، دو تا فعل داریم. یکیش قبل از دیگری کامل میشه به همین خاطر فیوچر پرفکت استفاده شده he will have worked very hard by the time he comes home یعنی yani خیلی سخت کار خواهد کرد وقتی که بعد از اینکه به خونه برس. yani برسه یعنی وقتی به خونه برسه تا قبل از اون خیلی سخت کار خواهد کرد اوکی okay? by the time he returns he's going to have been gone for 18 months یعنی yani وقتی که برمیگرده قبل از اینکه برگرده تا زمانی که برگرده He's going to have been gone for 18 months قصد داره برای 18 ماه دور باشه برای 18 ماه نباشه اینجا He is going از he is going استفاده شده To have been gone به اضافه در حقیقت مستر پرفکت مستر پرفکت فعلمان is going به اضافه to بزافی حالت ساده فعل have بزافی بین بزافی پاس پارتیسیپل his wife will have worried about him all that time یعنی yani همسرش نگران او خواهد بود در تمام این مدت alright by the time یا his wife will have worried about him all that time یعنی تا زمانی که برگرده اشاره به همون by the time میکنه بعد میخواد از future پرفکت استفاده شده they will have written many letters by the time he comes home. یعنی تا زمانی که اون برگرده کلی نامه براش نوشتن. They will have written many letters. Written past participle فعل right هستش. She will be happy when he returns safely. اون یعنی همسرش خوشحال خواهد بود وقتی که همسر یعنی آقا سالم به خونه برگرده. وقتی که فکت رو داریم صحبت میکنیم از فیوچر سیمپل استفاده میکنیم وقتی داریم اشاره میکنیم به completion of an اکشن یعنی کامل شدن زمانی یا فعلی قبل از یک اکشن دیگه در آینده یا قبل از یک زمان خاص در آینده از future perfect سیمپل استفاده میکنیم اما در داستان دیگه ای که براتون آماده شده سعی کردیم که بیشتر future پرفکت continuous رو بولد بکنیم براتون تا در حقیقا نمونه های اون رو بیشتر در کانتکس ببینیم با هم دیگه اسلاید بعدی رو که براتون آماده شده نگاه بکنیم یک داستان متفاوت هست پیت is a window washer پیت uh, شیشه ها رو میشوره شغلش اینه که شیشه ها رو تمیز کنه Today he's going to be washing windows on the 13th floor of a downtown office building امروز قصد داره که شیشه های طبقه سیزده همه یک ساختمان اداری رو که در داونتاون واقع شده بشوره. He is going to, قصد داره, be washing windows. شیشه ها رو بشوره. On the thirteenth floor, شیشه های طبقه سیزده همه of a downtown office building. از یک ساختمان اداری که در داونتاون واقع شده. He will have been washing windows for almost an hours when he finishes all of the windows on the 13th floor. نگاه بفرمایید که ما باز هم قید فور رو به اضافه زمان داریم وقتی که داریم از فیوچر پرفکت کانتینیوس استفاده میکنیم. یعنی اینکه اون آدم پیت برای 10 ساعت شیشه ها رو خواهد شست وقتی که کارش تموم بشه و تمام طبقه 13 رو شیشه هاش رو بشوره. Okay? پس وقتی کارش تموم بشه 10 ساعت خواهد بود که شیشه ها رو شسته. He will be very tired tonight. because he will have been working so hard. امشب خیلی خسته خواهد بود. یه فکت به همین خاطر از will استفاده شده یا میتونیم بگیم یه پردیکشن باز از will ساده استفاده شده. Because he will have been working so hard. به خاطر اینکه خیلی سخت کار خواهد کرد. Future perfect continuous. Although the work is difficult, Pete enjoys his job. اگرچه کار سخته، پیت کارش رو دوست داره و ازش لذت میبره. although به معنی اگرچه هست. ما در جلسات آینده راجع به این کانجانکشن ها با هم دیگه صحبت خواهیم کرد و کاربردشون رو در جمله خواهیم دید و معناشون رو با هم بررسی خواهیم کرد. به همین خاطر من در حال حاضر توضیح بیشتری بهتون نمیدم فقط معناش رو در یاد داشته باشیم به معنی اگرچه هست. این August he will have been working as a window washer for five years. در ماه اوگست یعنی اوگست که برسه او پیت پنج سال خواهد بود که به عنوان ویندو واشر یا شوگر شیشه کار خواهد کرد okay? این سابقه کارش به پنج سال خواهد رسید He will have been washing windows in the city for the past five years یعنی باز اوگست که برسه برای پنج سال گذشته به عنوان شوینده شیشه یا شیش شس... کسی که شیشه ها رو میشوره در حقیقت در شهر کار کرده است پس نگاه بفرمایید که هر وقت ما از قید زمان فور استفاده کردیم و بعدش طول مدت زمانی رو آوردیم از Future پرفکت Continuous استفاده کردیم یعنی همون ویل به اضافه هاف به اضافه بین به اضافه فعل به اضافه آی که فرمولش یه مقدار طولانیه شاید ولی اگر به جای حفظ کردن فرمول یک مثال ازش حفظ بکنید حتما به یادتون خواهد موند و بعدها میتونید ازش در موقعیت های مختلف استفاده بکنید خب دوستان این درس ما بود در ارتباط با زمان فیوچر پرفکت سیمپل و فیوچر پرفکت کنتینیوس و ما مبحث زمان های آینده رو در اینجا میبندیم و دیگه زمان آینده وجود نداره که بخوایم در جلسات آینده راجبش با شما صحبت بکنیم و همین خاطر مباحث بعدی در رابطه با مطالب دیگه هست اما طبق روال هر جلسه در انتهای هر جلسه ما یک کانورسیشن یک مکالمه کوچیک براتون آماده میکنیم و در اون سعی میکنیم یک سری لغات و یک سری واژگان کاربردی و مفید رو بهتون آموزش بدیم در جلسات گذشته راجع به مکالماتی که در مطب دکتر ممکن اتفاق بیفته بین شما و پزشک صحبت کردیم امروز هم میخوایم این مکالمه رو ادامه بدیم با یک سری کلمات جدیدتر در اسلاید اولی که براتون آماده شده همطور که ملاحظه میفرمایید یک سری جمله براتون آوردیم با معانی اونها که با هم بررسی خواهیم کرد اما در جمله اول پیزش به شما میگه It's nothing very serious. You have just sprained your ankle. It's nothing very serious. یعنی مشکل حدی حد نیست. You have just sprained your ankle. ankle به معنی قوزک پا، موچ پا و sprained به معنی پیچ خوردگیه. زمان هم present perfect. have به زفی پی پی, پی فعل یا past participle فعل sprain هم یک فعل با قاعده است. We have just sprained your ankle یعنی شما فقط غوزک پاتون پیچ خورده. پس فعل sprain به معنای پیچ خوردن هست. Take an aspirin and lie down. برای خوردن یا برای در حقیقت take کردن، گرفتن، خوردن ما فارسی میگیم خوردن قرص و دارو در انگلیسی از take استفاده میشه. یعنی یک آسپرین بخورید، take an aspirin and lie down. lie down به معنی دراز کشیدن هستش. I guess you have a dislocated knee. I guess you have a dislocated knee. من فکر می کنم یا حدس می زنم گس به معنی حدس زدن که you have a dislocated knee. نی به معنی زانو هست. زانوتون در رفته. دوستان توجه داشته باشین که کی قبل از این هیچ وقت تلفظ نمیشه. پس من حد میزنم که زانوتون در رفته Dislocated به معنی این که در رفته جابجا جا شده هستش دیسلوکیت همیشه به معنی جابجا جا بودن به کار میره چیزی جابجا جا هست یا جمله آخر Don't worry Your bone isn't broken It's just a hairline fracture Don't worry نگران نباشید Your bone isn't broken استخانتون نشکسته. It's just a hairline فقط مو برداشته. پس مو برداشتن استخان معادلش به انگلیسی میشه hairline fracture. Fracture به معنی یک ترک و hairline fracture یک ترک بسیار باریک در حد اینکه مو برداشتن یک استخان هست. Alright. و ما بقیه مکالمه رو با هم ببینیم. The doctor said my bones یعنی دکتر استخوان هم رو جا انداخت. The doctor set my bones. Set کردن بون به معنای جا انداختن استخوان است. The bones are not fused yet. The bones are not fused yet. یعنی استخوان هاتون هنوز جوش نخوردن. Fuse here در اینجا به معنایی که به همدیگه جوش نخوردن. متصل نشدن. How long should my leg be in plaster? How long should my leg be in plaster? چه مدت باید پام توی گچ باشه؟ پلاسته به معنای گچ هستش. Okay. You have to go around on crutches for a while. یعنی یه مدتی باید با اصا راه بریم. You have to go around on crutches for a while. Crutches به معنای اصا و for a while به معنای مدتی go around هم یعنی رفت آمد کنید معنی خاصی متفاوت از go نداره یعنی تا چند تا یک مدتی باید با اصا حرکت بکنید یا با اصا راه برید اوکی؟ خب مکالمه کوتاهی بود البته لغات زیادی داشت من پیشنهاد میکنم حتما اگر هم قلم و کاغذی نداشتین در دسترس دوباره این برنامه رو نگاه بکنید این دفعه با قلم و کاغذ و یادداشت بکنید کلمات جدیدی مثل مثلا هیلاین فاکچر مثل سپرین، مثل انکل مثل نی و کلمات جدیدتری که این جلسه یاد گرفتیم و نکاتی که این جلسه یاد گرفتیم اما در آخر برنامه هم قرارمون این بود که هر روز هر جلسه راجع به پنج ام با هم دیگه صحبت بکنیم اما ایدیم هایی که امروز براتون آماده شده رو با هم ببینیم دوستان اولین ایدیم It sucks خیلی ایدیم کامنی هست به خصوص توی لنگویج نوجوان ها و جوان ها خیلی ممکنه بشنوید به معنی که یه چیزی خیلی بیخوده خود اصلا به درد نمیخوره همیشه هم تو همین فرمول میاد It sucks I can't eat this sandwich It sucks نمیتونم این ساندویچ رو بخورم خیلی بیخوده خیلی مزخرفه پس okay. it ساکس به معنی این که چیز خیلی مزخرف بی خوده, به درد نمیخوره اما دومین ایدیم Don't give me that Don't give me that به معنی این که مثلا این حرفا سرم نمیشه واسه من دروغ سر هم نکن یا این حرفا رو تحویل من نده مثال رو ببینید Don't give me that I wasn't born yesterday اگه خاطرتون باشه جلسه پیش ما این عبارت رو داشتیم I wasn't born yesterday یعنی من بچه نیستم من آدم بی تجربه نیستم ترجمه تحت و لفظیش میشه من دیروز به دنیا نیومدم آدم با تجربه هستم پس واسه من دروغ سر هم نکن چون من بچه نیستم پس یک جمله که هر دو عبارتش در حقیقت ایدیم هستن نشان دهنده این هستش که چقدر ایدیم ها در زبان محاوره کاربرد دارن و دونستنش چقدر میتونه بهتون کمک بکنه که مکالمه کننده خیلی روان تری باشید در محاوره های هر روزتون اما اصلاح بعدی رو با هم دیگه ببینیم ایدیم سوم خیلی ساده هست اورلز اورلز به معنای و الا وگرنه مثلا go away i call the cops برو به کارت وگرنه پلیس رو خبر میکنم cops کلمه باز هم محاوره به معنی پلیس هستش. Go away or else I'll call the cops. برو پیکارت کارت و گرنه پلیس رو خبر میکنه. اصطلاح بعدی take it easy. سخت نگیر. که خیلی خیلی عبارت ساده هست. خیلی میشنویدش take it easy و خودش جمله کامله. و میخواد مثالش میتونه خودش باشه. Alright? و در نهایت نو no big دیل یعنی مسئله مهمی نیست. خیالی نیست. مشکلی نیست. no big deal رو هم خیلی زیاد میشنوید دوستان. تک it easy pal. it's no big deal. یعنی سخت نگیر. رفیق. pal به معنی رفیق. دوست. ولی خب کلمه خیلی محابریه. it's not big deal. it's no big deal. یعنی اصلاً چیز مهمی نیست یه نکته ای که دوستان در رابطه با ای دی ام ها باید در خاطر داشته باشین هستش که تقریبا ام ها همیشه ثابت هست فرمشون و نباید تغییر بدین اوکی؟ پس همونطور که ایدیم رو یاد میگیرید همونطور هم باید ازش استفاده بکنید و مشمول تغییری نمیشه به هیچ عنوان اوکی دوستان این درس امروزمون بود امیدوار هستیم که استفاده کرده باشین امیدوار هستیم که مفید بوده باشه براتون مرسی از اینکه ما رو در فیسبوک تماشا میکنید و مرسی از اینکه برنامه های ما رو همیشه دنبال میکنید میتونید در یوتیوب هم سابسکرایبر ما باشید و برنامه های ما رو اونجا تماشا بکنید و همچنین با عضو شدن در کانال تلگرام ما میتونید به صورت لحظه ای از برنامه های ما هم برنامه زبان و آموزش زبان انگلیسی هم دیگر برنامه های ما آگاهی پیدا بکنید همیشه هم میتونید به وبسایت ما به آدرس amgtelevision.com رجوع بکنید و آرشیو برنامه ها رو در اونجا تماشا بکنید اگر هم سوالی دارید با ما در تماس باشید به ما ایمیل بزنید و اگر میخواید مطلب خاصی آموزش داده بشه حتما با ما در تماس باشید تا مطلب رو در نکات آموزشیمون بگنجونیم هم ممنون از اینکه ما رو تماشا رو کردید وقتتون بخیر و خدا نگهدار.